تأکید سفیر پاکستان در کابل با یک سازش سیاسی برای دست یافتن به صلح در افغانستان، احضار شدن معاون اول سفارت افغانستان در اسلام آباد به وزارت خارجه پاکستان و آمادگی جامعه بین المللی به کمک های مالی به افغانستان در نشست توکیو. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به اولین بخش از برنامه خبری این ساعت از شبکه افغان نیوز خوش آمدید. من کریم الله امینی هستم. سفیر پاکستان در کابل بر همکاری و حمایت جدی کشورش از روند صلح در افغانستان تاکید کرد و اتهامات حکومت افغانستان مبنی بر عدم همکاری اسلام آباد از تلاش های صلح افغانستان را بی اساس خوانده است. به گفته محمد صادقان، تا زمانی که امریکا و طالبان هر دو خواستهایشان را در مذاکرات صلح با یکدیگر واضح نسازند، رسیدن به صلح مشکل خواهد بود. سفیر پاکستان افزوده است برای برقراری صلح در افغانستان به یک سازش سیاسی نیاز است. پاکستان همواره متهم شده که در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری نمی کند. با این حال محمد صادق سفیر پاکستان در کابل در گفتگو با خبرگزاری رویترز از موقف کشورش در موضوع مصالحه حکومت افغانستان و طالبان دفاع کرده گفته است با وجود اتهامات افغانستان و امریکا کشورش از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده است. نقش ما در روند صلح افغانستان بسیار واضح است. ما در پهلوی ماهیت از این روند به مذاکره کنندگان طالبان اجازه دادیم که از راه پاکستان به قطر بروند. با این همه هنوز هم تعداد زیاد از مقامات امریکایی و افغان به تلاش های پاکستان در مسئله صلح افغانستان به دیده تردید می نگرند. سفیر پاکستان روند صلح افغانستان را بسیار پیچیده خوانده گفته است تا زمانی که طرف های مذاکره خواسته هایشان را به صورت مشخص مطرح نکند، دست یافتن به یک توافق صلح دور از تصور است. از سوی هم وی برای رسیدن به صلح در افغانستان به یک توافق سیاسی میان طرف های درگیر تاکید کرده است. با گفته او طالبان فکر میکنند که این مذاکرات به هدف ایجاد اختلافات بین طالبان رانده شده است، از همین رو علاقمند گفتگوهای صلح نیست. به نظر ما مسائل افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتواند. برای برقراری صلح در افغانستان به یک سازش سیاسی نیاز است. موقف امریکا و طالبان هر دو در پروسه صلح روشن نیست. طالبان باید موقف خود را واضح سازند که آنها واقعا خواهان مذاکرات صلح‌اند و یا اینکه تنها خواهان آزادی زندانیانشان از قید آمریکایی ها می باشند، که با این همه توافق صلح مشکل به نظر می رسد. نقش پاکستان برای مصالحه بین حکومت افغانستان و طالبان به این دلیل بسیار مهم است که طالبان با پاکستان رابطه عمیق و دراز مدت دارد. گفته می شود در حال حاضر بسیاری از سران طالبان در پاکستان به سر می برد. سفیر پاکستان در حال عدم همکاری اسلام آباد در روند صلح رد کرده و بر حمایت کشورش از این روند تاکید می کند که مقام های افغان و شمار از آگاهان نظر و عمل سران پاکستان را کاملا در تضاد می خوانند. معاون اول سفارت افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان فراخوانده شد. مقامات پاکستانی این اقدام را در واکنش به کشته و ناپدید شدن 17 سرباز این کشور در اثر زد و خورد با شورشیان انجام دادند. پاکستان مدعی است شورشیان از خاک افغانستان وارد آن کشور شده و بر سربازان پاکستانی آتش گشودند. با این حال مقامات افغان این ادعاهای پاکستان را بی اساس می خوانند. اقامه دعوای سرچپه. پاکستان حکومت افغانستان و ناتو را متهم نموده است که در کار مبارزه و از بین بردن پناهگاه های امنی جنگجویان در خاک افغانستان اقدام نکردند. مقامات پاکستانی گفتند 7 سرباز این کشور از سوی جنگجویانی وارد شده از خاک افغانستان سر بریده شدند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که کاردار اول سفارت افغانستان در اسلام آباد را به این وزارت فراخوانده و اعتراض شدید این کشور را به او اعلام کرده است. دیروز ارتش پاکستان گزارش داده بود که 6 سرباز این کشور در اثر تبادل آتش با جنگجویانی که می‌خواستند از خاک افغانستان وارد پاکستان شوند کشته شدند. یک مقام ارشد پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حادثه دیروز 11 سرباز این کشور ناپدید شدند که 7 تن از این سربازان کشته و سپس سر بریده شدند.
به گفته این منبع بیشتر از 100 جنگجوی مستقر در ولایت کنر افغانستان به پاکستان وارد شدند و بر یک گشت نظامی حمله کردند. اما فضل الله واحدی والی کنر به خبرگزاری رویترز گفته است که جنگجویان در پاکستان مستقرند نه در افغانستان. او گفته است که هیچ اطلاعی در مورد عبور جنگجویان از خاک افغانستان به پاکستان ندارد. راجا پرویز اشرف نخست وزیر جدید پاکستان نیست این حملات را محکوم کرده و گفته که این مسئله را با رئیس جمهور کرزی مورد بحث قرار خواهد داد. این در حالی است که صدها نفر در شرق افغانستان علیه موشک پرانی های پاکستان دست به تظاهرات زده و خواستار جلوگیری این حملات شدند. معترضان گفتند که اصابت این موشک ها به برخی از مناطق مسکونی تلفاتی هم در پی داشته و شماری از خانه ها را ویران کرده است. معترضان دولت افغانستان به ویژه مقام های محلی در کنر را متهم کردند که در برابر تجاوز پاکستان سکوت کردند. مقام ها در ولایت کنر هم تایید کردند که صدها موشک از پاکستان به مناطق مرزی افغانستان شلیک شده و منجر به تلفات شهروندان افغان شده است. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر گفته است بار دیگر در مناطق مرزی کنر حملات آغاز شده و تا حال 850 گلوله اصابت کرده که در آن 3 نفر کشته شده، 4 نفر زخمی شده و حدود 500 خانواده نقل مکان کرده و به مردم خسارات مالی زیادی رسیده است. این در حالی است که افغانستان پیوسته پاکستان را متهم به پناه دادن طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت این کشور کرده است. در خزان سال گذشته مقامات در ولایت کنر و باشندگان این ولایت از شلیک صدها موشک از خاک پاکستان به جانب این ولایت خبر دادند. از سوی هم پیش از این لوین پریتا وزیر دفاع آمریکا با لحن تند از پاکستان خواست تا دست از تجهیز و پناه دادن به شورشیان بردارد. پریتا هشدار داد صبر آمریکا سر رفته و ادامه این روند از سوی پاکستان آینده خطرناکی را در پیش خواهد داشت. در این حال رسانه های پاکستانی خبر دادند قرار است جان آلن فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان به اسلام آباد سفر نماید و با جنرال اشفاق کیانی رئیس ارتش پاکستان دیدار نماید. گفته می شود در این دیدار علاوه بر گفتگو روی بازگشایی مسیر تدارکات ناتو از خاک پاکستان، روی مسائل امنیتی در سرحد میان افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر خواهد شد. سازمان ملل متحد از افغانستان می خواهد تا در بخش‌های حکومتداری خوب مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر و تقویت نهادهای محلی جدیت بیشتر به خرج دهد. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید جامعه جهانی متعهد به ادامه کمک‌ها به افغانستان است. در این حال وزارت مالیه بر ادامه 11 برنامه تصویب شده سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان 5 برنامه ملی دیگر را جهت ارائه به نشست توکیو به تصویب گذاشت. یان کوبش فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید دارد زمامداران افغانستان باید تقویت حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری، مبارزه جدی با مواد مخدر و ایجاد مدیریت قوی را در صدر برنامه های کاریشان قرار دهند. وی که در 18 جلسه مشورتی نظارت و انسجام وزارت مالیه سخن می گفت می افزاید جامعه جهانی باید در نشست اقتصادی توکیو کمک های مالی بیشتر را در دراز مدت برای افغانستان تعهد نمایند. همانطور که رئیس جمهور کرزی اخیراً در سخنانش در شورای ملی تاکید داشت دولت مردان افغانستان باید پزین در امر مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و تقویت حکومتداری خوب از این نوع تلاش دریغ نورزند. در این حال وزارت مالیه کشور به تعقیب تصویب 11 برنامه ملی با اولویت از میان 22 برنامه آماده شده برای توکیو 5 برنامه ملی دیگر را جهت نظرخواهی و تصویب از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان به جلسه ارائه داد. وزیر مالیه میگوید برنامه های تهیه شده در نشست توکیو دارای اولویت های معارف برای همه، همکاری های منطقه‌ای، منابع طبیعی، بازسازی تحصیلات عالی، حکومت داری محلی، صحت، تقویت نهادهای محلی و از این دست برنامه ها ده ها برنامه دیگر جهت تمویل مالی از سوی جامعه جهانی به نشست توکیو ارائه خواهند شد. ما تقاضای
تعهد دراز مدت جامعه جهانی را خصوصا به کارهای انکشافی و حکومتداری خواد داشتیم. بر او کانفرانس ما یک سندی را تهیه کردیم، سندی به سوی خودکفایی که عنوانش است که یک دورنمای استراتژیک برای دهه تحول است، در دهه تحول که آغازش بعد از دوره انتقال یعنی 2015 تا به 2025 می باشد. این سند امروز ما در جلسه تقاضای مایی است که قبل از تن کنفرانس توکیو تصویب این جلسه مهم داشته باشند که در حقیقت حمایه همه دونرهای مهم برای افغانستان می باشد. قرار است اجلاس اقتصادی توکیو تا دو هفته دیگر در توکیو پایتخت ژاپن برگزار شود. در این نشست افغانستان تلاش خواهد کرد تا حمایت مالی جامعه جهانی را تا سال 2025 میلادی به دست آورد. هر آن کسی که متهم به فساد است باید به محاکمه کشانده شود. شماری از اعضای گروه پارلمانی اعتماد مجلس نمایندگان با تاکید بر این مطلب میگویند که در حال حاضر فساد گسترده در کشور جریان دارد و باید رئیس جمهور کرزی یک فصل جدید را در مبارزه با فساد اداری آغاز کند. از سوی دیگر آنان هشدار می‌دهند اگر در کار مبارزه با فساد اداری توجه جدی نشود، کمک‌های خارجی کاهش خواهند یافت. در حالی که پیش از این رئیس اداره مبارزه با فساد اداری حکومت را متهم به عدم اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری کرده بود، در همین حال گروه پارلمانی اعتماد مجلس نمایندگان میگویند که هر کسی که متهم به فساد اداری است باید به محکمه کشانیده شود. با گفته آنان باید در این زمینه از مصلحت استفاده نشود و مبارزه جدی بر ضد پدیده فساد اداری در کشور صورت گیرد. آنان همچنان تاکید کردند که در حال حاضر فساد گسترده در نهادهای حکومتی بیداد میکند. مبارزه جدی با فساد اداری دارد. اگر در این مورد استثناءات پیدا شود، بیا اعضای شورای ملی که شما اشاره کردید مثلا ما جماعت از یک معاون یا از یک وزیر حمایت بکنیم، قطعا این ناکام خواهد بود. گروه پارلمانی اعتماد حرف قاطعش است که هر کسی در هر ردی و در هر مقام وجود داشته باشد، متعلق به هر قوم و حزبی که بوده باشد، در صورتی که مبتلا به فساد و آلوده با فساد باشد، باید مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرد. ما از رئیس جمهوری کشور می‌خواهیم همانطوری که با قاطعیت ابراز نمودن، قاطعانه عمل نموده، عوامل فساد را از بالا تا از بالا به پایین و محاکمه کشانیده و از این طریق نوید تازه‌ای و مردم افغانستان دهد. ما از قوای قضایی کشور، مراجع عدلی و قضایی و ارگانهای حراست از قانون می خواهیم که دوسیه های فساد از جمله متهمین اختلاس کابل بانک، قراردادهای بزرگ با خارجی ها و اختلاس ها و سوء استفاده از موقف و قدرت را هر چیز زودتر فیصله نموده، مجرمین را به جزای اعمالشان برسانند. آنان همچنان بر مبارزه جدی حکومت با پدیده فساد اداری در کشور تاکید کردند. میگویند تا زمانی که یک مبارزه جدی بر ضد پدیده فساد اداری در کشور صورت نگیرد، کمک های جامعه جهانی در کشور کاهش خواهد یافت. اگر ما مبارزه با فساد جدی بگیریم، یقینا جامعه جهانی در عرصه کمک های اقتصادی و سیاسی و حکومتداری در پالوی افغانستان خواهد بود و این سخن جامعه جهانی است که در صورت اونا از افغانستان حمایت هم از جانبه خواهد کرد که اداره مورد بازبینی قرار بگیره و فسادی موجود در ادارات افغانستان ریشه‌کن شود. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور کرزی در نشست مشورتی در مجلس نمایندگان گفته بود که بعد از این در مبارزه با فساد اداری از مصلحت‌ها استفاده نخواهد شد و همچنان بر مبارزه جدی خود با پدیده فساد اداری در کشور سخن گفته بود. اما حال دیده شود که اقدام حکومت افغانستان در این زمینه چی خواهد بود. در استخراج نفت حوزه آمودریا وابستگان سران حکومت شریک نیستند. رئیس جمهور کرزی با بیان این مطلب اتهامات را که گویا وابستگان نزدیک وی در ذخایر طبیعی کشور به نفع شخصیشان استفاده می کنند رد کرده است. اما روزنامه دیل تلگراف می نگارد که استخراج نفت حوزه آمودریا با شرکت نفت و گاز وطن قرارداد شده است که مالکان آن از وابستگان نزدیک رئیس جمهور کرزی هستند. در این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان از دادن قراردادها به وابستگان مقامات حکومتی به شدت ابراز نگرانی می کنند.
در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی اتهاماتی را که گویا وابستگان نزدیک وی از ذخایر طبیعی کشور به نفع شخصیشان استفاده می کنند رد کرده، می گوید که در استخراج نفت حوزه آمودریا وابستگان وی شریک نیستند. در استخراج نفت حوزه آمودریا وابستگان ما شریک نیستند. من این اتهامات را که گویا وابستگان نزدیک من از ذخایر طبیعی کشور به نفع شخصی خود استفاده می کنند رد می کنم. اما روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا هفته گذشته گزارش داد که استخراج نفت حوزه آمودریا با شرکت نفت و گاز وطن قرار داد شده است که مالکان آن دو تن از وابستگان نزدیک رئیس جمهور کرزی رشید ورات پوپلزی نام دارد. بر اساس گزارش روزنامه این دو تن به اتهام قاچاق مواد مخدر 9 سال در شهر نیویورک زندانی بودند. به گفته روزنامه مقامات آمریکایی با این دو تن قرارداد تامین امنیت قطارهای اکمالاتی ناتو را امضا کردند و این دو تن در بدل انتقال مسئول این قطارها میلیون ها دلار پول را به طالبان باج میدهند. استخراج نفت حوزه آمودریا با شرکت نفت و گاز وطن قرارداد شده است که مالکان آن دو تن از وابستگان نزدیک رئیس جمهور کرزی رشید و راتی پوپلزی هستند. آنان مدت 9 سال در شهر نیویورک آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر نیز زندانی بودند. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان از دادن قراردادها به وابستگان مقامات حکومتی ابراز نگرانی کرده و آن را عامل گسترش فساد اداری در حکومت رئیس جمهور کرزی میخوانند. آنان همچنان از رئیس جمهور میخواهند تا از دادن چنین قراردادها به نزدیکان مقامات حکومتی به صورت جدی جلوگیری کند. خواستند که به عنوان یک کمپین ملی و سراسری باشند. ما فکر میکنم که این مبارزه موفق خواهد شد و عوامل فساد انگشت شمار و اندک هستند. اونطوری که شما اشاره کردین که در رده های بالای دولتی، در شخصیت های سیاسی و در مافیای اقتصادی و مافیای قدرت هستند. ما منکر از این نیستیم که تمام کسایی که اونا قادر به مبادرت به سوء استفاده و فساد میشه، اونا دارای قدرت های معین یا دولتی یا قدرت اقتصادی و یا در مورد حمایت حلقات دولتی هستند که یقینا مبارزه با فساد که مطرح میشه، منظور ما از مبارزه با افراد ضعیف و مبارزه با مامورین پایین رتبه نخواهد بود. در ادارات افغانستان است. ماده 107 قانون اساسی به صراحت این قضیه را تاکید میکنه. ماده 107 یک ماده دیگه است که رئیس جمهور، وزرا و خیلی از مقامات بلند رتبه دولتی نمیتوانند جانب کدام قرارداد مالی با خارجی ها یا کمپانی های داخلی باشه. طبعا ما تاکید داریم به این که یکی از راه های مبارزه با فساد این خواهد بود که خود مقامات بلند رتبه دولت افغانستان در این قراردادها نباید شریک باشه و سهیم باشه و فامیلای نزدیکی او هم در حد امکان باید با محدودیت در امضای قراردادها روبرو شود. این در حالی است که در این اواخر حکومت افغانستان برای استخراج ذخایر در کشور با شرکت‌های مختلف جهان در حال گفتگو و مذاکره است. اما فساد اداری گسترده که حکومت افغانستان یکی از منابع آن به شمار می‌رود، موجب نگرانی شدید مردم و جامعه جهانی شده است. زیرا این ذخایر به ارزش میلیاردها دلار برای افراد و مؤسسات آغشته به فساد اداری می‌تواند لقمه چرب باشد. یک زن در ولایت غزنی از سوی شوهرش به شکل فجیح به قتل رسیده است. مسئولان شفاخانه غزنی که جسد این زن را معاینه کرده نیز تایید کردند که او در اثر ضرب و شتم شدید به قتل رسیده است. پدر این زن میگوید که دختر او از سوی شوهرش به ضرب بالون گاز و چاقو به قتل رسیده است. با این حال رئیس امور زنان غزنی تایید کرده که شوهر این زن بازداشت شده است. یک زن روز سه‌شنبه از سوی شوهرش در ولایت غزنی به صورت فجیع به قتل رسید. پدر این زن کشته شده میگوید که دختر او در جریان شب در خانه از سوی شوهرش به ضرب بالون گاز و چاقو از بین برده شده است. و گفته او دخترش حدود 20 سال سن داشت و صاحب دو فرزند نیز بوده است. با این حال مسئولان شفاخانه غزنی که جسد این زن را معاینه کرده وجود ضربات شدید به او را تایید کرده است. دکتران همچنان تشخیص داده که این زن در هنگام مرگ حامله نیز بوده است. خشونت با زنان در این اواخر در شمار از ولایت‌های کشور روندی رو به رشد را نشان می‌دهد. فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، فساد اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله دلایل این خشونت‌ها خوانده شده است. با این حال شکریه ولی رئیس جمهور زنان غزنی این رویداد را هولناک و وحشیانه خوانده است. با گفته او در این جنایت دو قتل صورت گرفته، علاوه بر قتل این زن کودک او نیز
به قتل رسیده است. بعد از این زن کشته شده میگوید که دخترش 5 سال پیش با رضایت ازدواج کرد و پیش از این کدام مشکلی با شوهرش نداشته است. او علت قتل دخترش را فقر و مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. با گفته رئیس امور زنان غزنی، شوهر این زن از سوی پلیس بازداشت شده است. او همچنان از افزایش آمار خشونت‌ها علیه زنان در این اواخر در غزنی به شدت ابراز نگرانی می‌کند. با گفته او اخیراً 3 زن در این ولایت از سوی شوهرانشان به قتل رسیده است. شرکت مخابراتی اتصالات ارائه خدمات 3G را در افغانستان یکی از دستاوردهای بزرگ این شرکت در عرصه پیشرفت مخابرات در کشور می‌خواند و آن را در توسعه و رشد کشور یک گام ارزشمند عنوان می‌کند. به گفته مسئولان این شرکت، آنان در نظر دارند تا خدمات 3G را در کشور گسترش دهند. خدمات 3G که در کشور از سوی شرکت مخابراتی اتصالات ارائه می‌شود، بهترین خدمات اینترنتی را در موبایل ارائه می‌کند. بیننده های عزیز، ادامه خبرها را بعد از یک وقفه کوتاه در مجمع خبری نیوز باکس پیگیری نمایید. خدا نگهدار شما.